سلام وقت خیر امیدوارم حالتون خوب باشه میسم برایت هستم از سایت ایران استیم استیم یک روی نوین آموزش کودکان و نوجوانان هست که اسم معنی دانش تی به معنی تکنولوژی ای به معنی مهندسی و ای به معنی هنرها و ام یعنی ریاضیات این روی نوین آموزشی در واقع آموزش مهارت های قرن 21 یعنی عصر دیجیتال هست به کودکان و نوجوانان عصر دیجیتالی که تمام زندگی ما انسان ها انگار با کامپیوترها داره گره میخوره به خاطر همین این رویکرد نوین آموزشی خیلی میتونه مفید باشه برای آموزش کودکان و نوجوانان که من مفصل توی یک ویدیو دیگه در مورد استیم و ویژگی هاش صحبت کردم که شما میتونید اون فیلم رو هم توی کانال یوتیوب یا سایت ایران استیم مشاهده بفرمایید اما این دوره آموزشی که میخوایم با هم شروع کنیم مهمترین دوره آموزشی سایت ایران استیم هست چون که پایه و اساس تمام دوره های ما توی این سایت خواهد بود یعنی ما تمام آموزش هامون مبتنی بر این دوره آموزشی است و مفاهیمی که تو این دوره آموزشی یاد میگیرید این دوره آموزشی آموزش نرم افزار است نرم افزار اسکرچ یک زبان برنامه نویسی تصویریه که توسط دانشگاه MIT آمریکا برای آموزش مفاهیم برنامه نویسی کامپیوتر به بچه ها به کودکان و نوجوانان ساخته شده این نرم افزار اسکرچ در واقع از این بلوک های لگو بلوک های پلاستیکی لگو الگو گرفته شده که وقتی بچه ها تو این نرم افزار این بلوک های لگو رو کنار هم میچینن انگار دارن به کامپیوتر دستور میدن یعنی یک جور زبان برنامه نویسی انگار دارن با کامپیوتر به زبان کامپیوتر گفتگو میکنن اما این دوره آموزشی رو من خواهش میکنم خیلی خوب و دقیق ببینید حتی اگر شما نرم افزار اسکرش رو بلد هستید و یا حتی مدرس و آموزش دهنده اسکرش هستید از شما خواهش میکنم که این دوره آموزشی رو خوب ببینید تا قسمت 16 یعنی تا ما قسمت 16 ما از یک مثال آشپزی کمک گرفتیم برای درک بهتر مفاهیم برنامه نویسی اسکرچ فکر میکنم قبلا یک چنین آموزشی ارائه نشده چون یک ارتباط خیلی جالبی رو من دیدم بین آشپزی و دستور غذا و دستور زبان کامپیوتر یا همون برنامه نویسی با قطعه این اومدم اینا رو ترکیب کردم و هر جلسه سعی میکنم اون مفهوم و اون آموزش هایی که میخوام بدم رو با یک مثال آشپزی جلو ببریم علاوه بر این مثال آشپزی و درک بهتر مفاهیم اسکرچ خواهش میکنم به ترتیب جلسات هم خیلی دقت کنید این که ما از بلوک های دستوری شروع میکنیم و بعد میریم سراغ تکرار و بعد میریم سراغ شرط و تشخیص و اینا همه ترتیبه هاشون به نظرم خیلی مهمه پس به ترتیب این جلسات تا جلسه 16 هم خیلی خوب دقت کنید از جلسه 16 تا جلسه 24 هم این دوره که جلسه آخر این دوره آموزشی هست دیگه پروژه های مختلفی رو با این چیزهایی که تو این 16 جلسه یاد گرفتیم میخوایم با هم انجام بدیم که اگر شما اسکرش رو بلد بودید نیازی نیست که اون هشت جلسه پایانی که پروژه محور هست رو ببینید ولی خب تاکید میکنم که حتما تا جلسه 16 این دوره آموزشی رو ببینید تا مفهوم بلوک های اسکرش رو خیلی بهتر و دقیقتر درک کنید و اما توی جلسه اول این دوره آموزشی میخوایم با مفهوم برنامه نویسی کامپیوتر آشنا بشیم اینکه میگن برنامه نویسی کامپیوتر یا کد نویسی کامپیوتر یعنی چی؟ کامپیوتر اون کدها یا برنامه ها رو چطوری میخونه و اجرا میکنه پس اولش با پیشینه برنامه نویسی کامپیوتر آشنا میشیم بعد با مفهوم الگوریتم و فلوچارت آشنا میشیم بعدش یاد میگیریم که زبانهای برنامه نویسی که خیلی هم زیاد هستند. در واقع مترجم خواسته ها و دستورات ما هستند به زبان ماشین به زبان صفر و یک یا زبان کامپیوتر بعدش با زبان های برنامه نویسی تصویری مثل اسکرش آشنا میشیم که پایه و اساس تمام آموزش های ما توی سایت ایران استیم خواهند بود این زبان های برنامه نویسی تصویری یا بلاک بیس لطفا این جلسه رو ببینید E ما داریم توی عصر دیجیتال زندگی میکنیم دنیایی که انگار با کامپیوترها، اینترنت و موبایل گره خورده بخش خیلی زیادی از کارهای روزمرهمون رو با کامپیوترها انجام میدیم مثل کارهای بانکی، نرم کامپیوتری که استفاده میکنیم اپلیکیشن های موبایلی سیستم عاملی که روی موبایل هامون و کامپیوتر هامون هست شبکه های اجتماعی اینترنت بازی های همه و همه در حقیقت داره با کامپیوترها انجام میشه و این افزایش روزافزون کاربرد کامپیوترها توی زندگیمون آینده ای رو پیش بینی میکنه که بخش خیلی زیادی از کارهای انسان رو در آینده کامپیوترها انجام بدن مثل رانندگی، جراحی، ربات های مختلفی که ساخته خواهند شد حتی اعضای بدنی که توسط کامپیوترها کنترل خواهند شد حالا اصلا کامپیوتر چی هست کامپیوتر وسیله که بسیار بسیار دقیق کار میکنه اما هوش نداره یعنی همیشه داره از ما میپرسه که بگو من چیکار کنم بگو من چیکار کنم و اون کاری که ما بهش میگیم رو با دقت بسیار زیاد انجام میده اما کامپیوترها چجوری کار میکنن کامپیوترها در حقیقت وسیله هایی هستند که برنامه نویسی شدن وسیله هایی هستن که برنامه نویسی شدن تا اون کارهایی که ما میخوایم رو انجام بدن این برنامه نویسی انقدر اهمیت داره تو دنیای دیجیتال که تعریف سواد رو هم عوض کرده شما تصور کنید که صد سال پیش اصلا چیز عجیبی نبود که یه نفر بره در به خونه همسایه رو بزنه بگه شما اگه سواد دارید بیاید این نامه ها رو برای من بخونید پس به همون نسبت اصلا چیز عجیبی نیست که در آینده نزدیک یک نفر بیاد در خونه شما رو بزنه و بگه اگر برنامه نویسی بلدی بیا ببینین ربات من چرا درست کار نمیکنه. پس اهمیت برنامه نویسی در دنیای امروز معادل سواد شده حالا مطمئنا برنامه نویس های آینده کودکان و نوجوانان امروز خواهند بود به خاطر همین هم هست که توی دنیا برنامه ریزی خیلی جدی شده برای آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان حتی چین در یک تصمیم عجیب اعلام کرده که میخواد مفاهیم برنامه نویسی رو توی پیشتبستانی به بچه ها یاد بده پس فرزندان ما در جهان آینده یا برنامه نویس خواهند شد یا برنامه نویسی خواهند شد حالا بیایم سراغ مفهوم برنامه نویسی اصلا برنامه نویسی یعنی چی؟ داستان برنامه نویسی از ایران شروع میشه از هزار سال پیش توسط نابغهی به اسم آقای خارزمی آقای خارزمی انقدر کارهای مهمی انجام داده که قرن نهم میلادی رو عصر خارزمی میدونند یکی از کارهایی که آقای خارزمی انجام داده پایگذاری الگوریتم بوده ایشون اومده روند حل مسئله رو به صورت گام به گام تبدیل کرده و اسمش رو گذاشته الگوریتم اینجا الگوریتم پختن کیک رو میبینید از یک جایی شروع میشه مرحله به مرحله کارهای مختلف انجام میشه و یک جایی پایان میاد پس الگوریتم یعنی مراحل گام به گام تا حل مسئله اول میایم مسئله رو آنالیز میکنیم بعد با یک دستوراتی مرحله به مرحله پیش میریم تا به اون جواب یا خواسته مسئله برسیم اینو میگن الگوریتم صدها سال بعد اومدن الگوریتم رو به صورت گرافیکی نمایش دادن و اسمشو گذاشتن فلوچارت فلوچارت ها در حقیقت یک الگوریتم هایی هستند به صورت گرافیکی که از این شکل های هندسی برای مراحل مختلفشون استفاده شده مثلا شروع پایان این شکل رو دارن دستورات این شکل رو دارن اطلاعات اینجورین شرط ها به این شکلن اینجا یک فلوچارت رو میبینیم که مربوط به سوختگیری ماشین ها است ببینید اینجا شروع میشه بعد میاد توی جایگاه سوخت بعد کارت سوخت رو در پمپ وارد میکنه رمز رو وارد میکنه و این اتفاق خیلی مهم میافته که شرطه شرط ها دو تا جواب میتونن داشته باشن یا خیر یا بله دقت کنید اگر خیر باشه دوباره برمیگرده اینجا و اگر بله باشه میره ادامه روند سوختگیری و پرداخت هزینه و پایان پس این شرط ها تاثیر بسیار مهم می دارند در الگوریتم ها یا فلوچارت ها خب ما توی زندگی روزمره هم با فلوچارت ها ارتباط داریم مثل فلوچارت هایی که برای راهنمایی اشخاص استفاده میشه الان ببینید می این یک فلوچارتیه برای راهنمایی مثلا پول گرفتن از آبر بانک میبینید دو تا هم شرط داره ببینید اینجا یه شرط داره که آیا رم صحیح هست اگر خیر بود میاد اینجا بله میاد اینجا دوباره میرسیم اینجا یک شرط دیگه داریم اگر رسید خواست رسید براش چاپ میشه اگر خیر پایان میبینید این فلوچارت ها به عنوان راهنما تو خیلی از اداره ها نصب شدن اما به موازات پیشرفتی که برای فلوچارت ها انجام میشد ماشین های محاسبگر هم پیشرفت میکردن یعنی الان این ماشین حساب که مال 150 سال پیشه میتونسته به صورت مکانیکی چهار عمل اصلی رو انجام بده و یه سری محاسبه انجام بده بعدش اوایل قرن بیستم دانشمنده یه سوال مهم پرسیدن اونم بود که آیا میتونیم ماشینی بسازیم که قدرت تحلیل اطلاعات ورودی رو داشته باشه یعنی بهش اطلاعات بدیم و اون ماشین اینا رو تحلیل کنه بعد سوال پرسیدن که خب اون ماشین که ساخت شد چجوری اطلاعات رو به اون ماشین وارد کنیم به خاطر همین اومدن از اعداد باینری استفاده کردن اعداد صفر و یک یعنی اومدن هر اطلاعاتی رو به اعداد باینری تبدیل کردن اعداد باینری یعنی چی؟ برای اینکه بهتر تصورش کنیم یکش رو فرض میکنیم یک لامپ روشن و صفرش رو یک لامپ خاموش حالا دقت کنید این کودهای صفر و یکی که کنار هم قرار میگیره هر کدومشون یک مفهومی رو دارن یه سری سایت ها هم هستن که هر اطلاعاتی که شما بهش بدید رو براتون تبدیل میکنن به اعداد باینری مثلا این سایت میاد هر کلمه یا عددی رو که ما بهش بدیم تبدیل میکنه به اعداد باینری مثلا بهش بگم 9 ببینید نو یعنی این اعداد 0 و یک این دوتا انگار با هم معادلن این توی اعداد ده دهیه ده این تو اعداد دو, دو یا باینری حتی میتونیم کلمه بهش بگیم میگیم مثلا سلام ببینید سلام سلام معادل انقدر صفر و یکه یعنی اگر ما توی یک فلشی یک سلام رو نوشته باشیم و ذخیره کرده باشیم توی این فلش انگار این همه صفر و یک قرار داده شده حالا برگردیم به پاورپوینت خودمون هر کدوم از اون صفر و یک رو میگن یه بیت اصطلاح هم میگن یه بیت هشتا بیت میشه یه بایت میشه یه بایت و حالا به طور مثال یک کلمه ممکنه دو بایت باشه یا 16 بیت اینجا هم روی اون چراغ روشن و خاموش تاکید شده اینکه الان یک عددی مثل مثلا 9 با چراغ خاموش و چراغ روشن چجوری تبدیل میشه به اعداد دودویی یا باینری یعنی 9 معادلش میشه یک صفر صفر یک بعد این بیت رو اومدن هی بیشترش کردن یعنی چهار بیت میشه یه نیبل بعدش میشه بایت میشه 8 کیلو یعنی بیت کیلوبایت یعنی 10 24 بیت همینجوری مگابایت 10 24 کیلوبایت گیگابایت 10 24 مگابایت و ترابایت میشه معادل 10 24 گیگابایت حالا اگه یه حساب کتاب سرانگشتی ساده بکنیم یه فلش 16 گیگ ساده میشه ضرب در 10 24، دوباره ضرب در ده 24 ببینید اینجا یه ده 24، دوباره یه ده 24 ضرب میشه توش اینجوری 3 تا ده بیست و چار. ببینید یه دونه دو تا سه تا بعد یه ضرب به 8 میشه به خاطر این و تبدیل میشه به 137 میلیارد سفر و یک. یعنی کل عکس ها و فیما و نوشته هایی که ما روی فلش می تبدیل میشه به 137 میلیارد صفر و یک و روی این فلش ذخیره میشه بعدش دانشمندا برای اینکه بتونن اطلاعات رو تبدیل کنن به صفر و یک که یک محاسباتی بتونن روش انجام بدن اومدن از یک لامپ های خلا استفاده کردن که بسیار سنگین بود و هجیم این لامپ های خلا میتونستن دو تا اطلاعات رو به ما بدن یا صفر یا یک یا صفر یا یک به خاطر امین است که اولین کامپیوتری که سال 1944 توی آمریکا ساخته میشه با 19 هزار لامپ خلا درست میشه که 170 متر مربع و 27 تن بوده بعدش ترانزیستور ها اخترام میشن ترانزیستور ها رو یکی از بزرگترین اختراعات بشر میدونن قطعات الکترونیکی که سه تا پایه دارن اگر جریان توشون برقرار بشه به ما یک رو برمیگردونن و اگر جریان توشون قطع بشه خب اینجوری الکترون ها حرکت کنن به ما صفر رو برمیگردونن یعنی دقیقا همون چیزی که ما احتیاج داشتیم برای اینکه بتونیم ماشین هایی بسازیم که با صفر و یک کار کنن حالا به اینجا می رسیم که الگوریتمی که آقای خارزمی ابداع کرده بود و بعدها به صورت گرافیکی در اومد و تبدیل شد به فلوچارت باید یک جوری تبدیل می شد به صفر و یک یعنی این مراحل گام به گام حل یک مسئله باید یک جوری تبدیل بشه به صفر و یک یعنی زبان ماشین زبان کامپیوتر کامپیوتر زبانی که میفهمه زبان صفر و یکه پس ما باید الگوریتم رو که روند گام به گام حل یک مسئله است با همه ویژگیاش با همه دستورات شرطهاش یک جوری تبدیل کنیم به صفر و یک و اینجا بود که زبانهای برنامه نویسی درست شدن زبانهای برنامه نویسی درست شدن تا گامهای های مرحله به مرحله یک الگوریتم رو برای حل یک مسئله به زبان ماشین یعنی زبان صفر و یک تبدیل کنن به خاطر همینم هم است هست که میگن علم کامپیوتر چیزی نیست جز مطالعه الگوریتم ها پس کامپیوترها در واقع از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شدن گفتیم که بخش نرم افزاری کامپیوتر از الگوریتم ها شروع میشه مراحل گام به گام حل یک مسئله حالا اگر تو این مراحل گام به گام یا الگوریتم شرط به وجود بیاد دو روند متفاوت شکل میگیره و بعدش گفتیم که زبان های برنامه نویسی در واقع تبدیل کننده ی الگوریتم ها هستند به زبان ماشین یا صفر و یک تو بخش سخت افزاری هم گفتیم که انسان ها نیاز داشتن که محاسبات پیچیده و سختشون رو ماشین ها انجام بدن به خاطر همین اومده از لامپ های کمک گرفتن برای اینکه ماشین های محاسبه کننده بسازن این لامپ های خلق میتونستن روشن یا خاموش بودنشون رو به صورت پیام ارسال کنن بعدش که ترانزیستورها اختراع شدن این ترانزیستورها جانشین لامپ های خلق شدن و کامپیوترها خیلی کوچکتر شدن و این کامپیوترهای امروزی ساخته شد پس ما تو بخش نرم افزاری انگار با دو حالت مختلف طرف هستیم که این میشه همین ایف یا اگر در غیر این صورتی که ما تو برنامه نویسی استفاده میکنیم یعنی یک شرطی رو اینجا قرار میدیم میگیم اگر این شرط برقرار بود کامپیوتر این کارا رو بکنه اگر برقرار نبود یعنی همین در غیر این صورت کامپیوتر یک کارای دیگه ای رو انجام بده و توی بخش سخت افزاریم هم دقیقا این دو حالت رو میبینیم با ترانزیستورها ترانزیستورهایی که میتونن با توجه به عبور جریان برق ازشون پیام صفر یا یک رو منتقل کنن یعنی همون زبان ماشین یا صفر و یک. با اختراع ترانزیستورها و کوچکتر شدن ابعاد اونها کامپیوترها هم روز به روز کوچکتر شدن اما هنوز روش ارتباطی انسان با کامپیوتر به صورت تایپ دستورات بود تا اینکه سال 1985 اولین ویندوز ساخته میشه ویندوز ها در حقیقت یک واسط هستند بین کامپیوتر و کاربر که تحلیل ها و آنالیزهای های کامپیوتر رو که بر مبنای سفر و یک داره انجام میشه به صورت گرافیکی به ما نمایش میدن به صورت گرافیکی به ما نمایش میدن با گذشت زمان کامپیوترها هم خیلی قوی تر شدن و ابعادشون خیلی کوچکتر شد توی دنیای امروز یک سی پیو دو سانت در دو سانتی یک پردازنده دو سانت در دو سانتی که توی کامپیوترها موبایل ها داره استفاده میشه بین 20 تا 40 میلیارد ترانزیستور تو خودش داره یعنی اگه فرض کنید که یکی از اینا رو اینجوری ببریم و زیر میکروسکوپ بذاریم این رو به عنوان ترانزیستور میتونیم مشاهده کنیم بین 20 تا 40 میلیارد ترانزیستور توی سی پی ها داره استفاده میشه برای پردازش برای محاسبه چیزهایی که ما میخوایم این رو مقایسه کنید با اون هزار لامپ خلایی که اولین کامپیوتر داشت و چیز حدود 27 تن بود الان ما به یک پردازنده رسیدیم که بین 20 تا 40 میلیارد انگار لامپ خلا توش هست که میتونه محاسبه های مختلف رو در لحظه انجام بده پس حالا به تعریف زبانهای برنامه نویسی رسیدیم زبانهای برنامه نویسی ببینید کلمه زبان ها اینه ما آدمایی که با زبان های مختلف با هم صحبت میکنیم یکی انگلیسی صحبت میکنه یکی فارسی صحبت میکنه برای ترجمه کردن درخواست های ما برای یه حل یک مسئله به زبان ماشین یا کامپیوتر یه سری زبان های برنامه نویسی وجود داره این الان نماد پایتونه نماد سی پلاس پلاسه نمادهای مختلف زبانهای برنامه نویسی رو اینجا میبینید اینها در حقیقت میان درخواست ما رو به زبان ماشین یا کامپیوتر ترجمه میکنن پس الان متوجه میشیم که برنامه نویس ها چه کاری انجام میدن شما فرض کنید که یک کسی رستوران داشته باشه بخواد یک اپلیکیشنی برای رستورانش بسازه که آدما بیان تو اون اپلیکیشن ثبت نام کنن و متناسب با سلیقهشون غذاهای مختلف بهشون پیشنهاد بشه و یکیشون سفارش بدن اون برنامه نویسه میاد روند گام به گام اون مسئله رو به صورت الگوریتم توی کاغذ میکشه مثلا میگه یه جایی شروع میشه بعد ثبت نام میکنه بعد اگر سنش بیشتر از یک عددی بود این اتفاق بیفته اگر از یه حدی بیشتر بود این اتفاق بیفته اگر فلان غذا رو سفارش داد اینجوری بشه اگر یه غذای دیگه سفارش داد اینجوری بشه و تمام مراحل گام به گام برای اون درخواست رستوراندار رو توی کاغذ میکشه به صورت الگوریتم بعد که اینجا تکمیل شد نیاز به یک مترجمی داره که این رو به زبان ماشین زبان سفر و یک تبدیل کنه میاد اون زبان برنامه نویسی که خودش بلده رو انتخاب میکنه مثلا پایتون رو انتخاب میکنه این الگوریتم رو با استفاده از پایتون تبدیل میکنه به زبان ماشین یا صفر و یک و نتیجه کار رو به صورت یک نرم افزار کامپیوتری یا یک بازی یا یک اپلیکیشن موبایلی ارائه میکنه پس این کار برنامه نویس اما برنامه نویسی هنوز یک جور کود نویسی بود یک جور تایپ کردن بود برای کامپیوتر و این کود نویسی شاید برای برنامه نویس های آینده یعنی کودکان و نوجوانان امروز یه مقدار نامفهوم بود به خاطر همین تیم تحقیق و توسعه دانشگاه MIT آمریکا از سال 2003 یک پروژه رو شروع کرد به اسم پروژه اسکرچ و سعی کرد که یک نرم افزار برای بچه ها بسازه تا با مفاهیم برنامه نویسی آشنا بشن اولین نسخه اسکرچ سال 2007 منتشر شد اما از سال 2013 که نسخه دو اسکرچ منتشر میشه این نرم افزار به شهرت جهانی میرسه و مسئول اصلی این تیم هم این آقاست آقای رسنیک که دانشگاه مطرح علوم کامپیوتر دانشگاه MIT آمریکاست. پس اسکرچ چیه؟ اسکرچ یک زبان برنامه نویسی گرافیکیه ما تا اینجا یاد گرفتیم که برنامه نویسی یعنی تایپ یک سری کودها و دستورات برای اینکه مسئلهمون رو به زبان ماشین یا زبان صفر و یک تبدیل کنیم تیم اسکرچ پیشنهاد داد که بیایم از بلوک های استاندارد فلوچارت استفاده کنیم و برای چسبوندن این بلوک ها به هم بیایم از لگو های پلاستیکی یا بلوک های پلاستیکی که بچه ها بازی میکنن استفاده کنیم برای اینکه این, این شکل ها رو به هم بچسبونیم و اینطوری درخواستمون رو به زبان ماشین تبدیل کنیم اینجوری بود که دیگه نیازی نبود که این کد ها تایپ بشه بلکه برای هر کدوم از این کدها میتونستیم از یک بلوک گرافیکی استفاده کنیم که شکل لگو به هم میچسبیدن و درخواست یا مسئله ما رو به زبان ماشین تبدیل میکردن یا زبان کامپیوتر اینجا هم میبینید میبینید این شکل یک فلوچارت این محیط کدنویسی اسکرچ همون شکل دایره رو اسکرچ اومده به عنوان شروع گذاشته یا دستوراتی که اینجا به صورت مستطیل هستن اسکرچ هم دستوراتش رو اومده از شکل مستطیل استفاده کرده شرط ها رو ببینید اینجا لوزی بودن توی اسکرچ هم اومده تقریبا از این شکل استفاده کرده اما توی فلوچارت برای اتصال این شکل های هندسی از این فلش استفاده می شود. توی اسکرچ از اتصالات لگو اتصالات بلوک های پلاستیکی انگار اینا هر کدومشون یک جور بلوک پلاستیکی هستن که روی همدیگه سوار میشن تا اون ای که ما میخوایم رو به زبان ماشین تبدیل کنن بیام یک نگاهی به محیط اسکرش بنازیم توی زبان برنامه نویسی اسگرچ این گربهه انگار نماینده کامپیوتره و ما میتونیم با یه سری بلوکی اینجا برامون قرار داده به این گربه فرمان بدیم الان مثلا بهش میگم حرکت کن به چرخ میبینید تک تک این بلوک ها یه کاری رو انجام میدن به شکل دستور روی کی؟ روی این نماینده کامپیوتر حالا میتونیم تعداد این شکلک ها رو بیشتر کنیم مثلا این شکلک رو هم اضافه کنیم یا میتونیم تصویر پس زمینه بش بدیم متناسب با اون کاری که داریم انجام میدیم میتونیم شکلک های مختلف رو بیاریم و بهشون فرمان بدیم با این بلوک حالا نوع بلوک ها هم میکنه مثلا بعضیشون دستوری هن بعضیشون تکرار انجام میدن مثلا این کار تکرار انجام میده بعضیشون شرطی هن. ببینید الان مثلا ما گفتیم که توی دنیا برنامه نویسی بلوک شرطی خیلی چیزای مهمی هن های شرطی الان بلوک شرطی اسکرچ رو یکیشون رو اینجا می‌بینید گفته اگر این اتفاق افتاد این این دستورات اجرا بشه و اگر این اتفاق نیافتاد این دستورات اجرا بشه می‌بینید انگار شرط رو هم وارد زبان برنامه‌نویسی اسکرچ کردم با این بلوک و نکته که میتونم بگم اینه که شاید به ظاهر ساده بیاد یعنی ما بگیم که نرم افزار خیلی پیچیده این نیست ولی در عین سادگی میشه کارهای خیلی فوق العاده و حرفه ای باشه انجام داد فقط برای اینکه من نشون بدم که چه کارهایی با اسکرچ انجام میدن یک بازی سوپر ماریو که با اسکرچ ساخته شده رو از تو اینترنت دانلود کردم و این بازی رو شما ببینید چه حجمی از کد و بلوک توش استفاده شده ببینید این فقط برای این شکل ماریوه بعد بیایم توی حالتهاش ببینید چقدر به لحاظ گرافیکی 27 حالت مختلف برای این شخصیت ایجاد کردن حالا این کودهاشو اگر یه مقدار از زوم خارش کنیم اینجوری میبینیم می که چقدر اون برنامه نویسی که اینو نوشته با بلوک های اسکرش که تونسته چقدر کار جالبی انجام بده یا مثلا این یکی این به عنوان یک به عنوان یک شکلک وارد اسکرچ شده ببینید چقدر شاید هزاران بلوک دستوری توی این ساخت این بازی به کار رفته اینجا ببینید این مثلا یه شکلک دیگه است این یه شکلک دیگه است و برای هر کدومشون انقدر کد نوشته شده و برای هر کدومشون کلی حالت وجود داره کلی افکت صدایی ببینید برای تصویر پس سمینش. برای تصویر پس ببینید چقدر کد نوشته شده چقدر افکت صدا داره حالا بیایم این بازی رو اجرا کنیم ببینید روی این میزنم این تصویر گرافیکی اسکرش بزرگ میشه حالا این پرچم سبز رو میزنیم تمام این افکت ها توی اسکرش ساخته شده تمامشون و اینجا به خود بازی ماریو میرسیم که ببینید با حرکت میشه اینجوری حرکت کرد تونستیم این بازی سوپر ماریویی که توی اسکرش همش ساخته شده رو فقط یه دقیقه ببینیم پس کارهای خیلی حرفه‌ای و جالبی رو میشه با اسکرش انجام داد این نرم افزار رو اصلا نمیشه دست کم گرفت که بگید نه کارهای ساده‌ای میشه باشه انجام داد بازی های بسیار پیچیده رو میشه با اسکرش ساخت فقط باید این بلوک ها رو خوب بشناسیم این بلوک ها رو اگر خوب بشناسیم میتونیم بازیایی در این حد بسازیم و جدیدا هم شرکت گوگل یک سایتی را نقطه به اسم بلاکلی و خودش هم یه جایی نوشته بود که الگوی اصلیش از اسکرش گرفته شده اینجا هم دقیقا به همین شکله ببینید ما یک سری بلوک ها داریم که این بلوک ها رو میتونیم اینجوری بیاریم توی صفحه بذاریم و انگار به صورت پازل به هم وصل میشن و یک کار جالب دیگه هم بلاکلی گوگل انجام داده اونم اینه که هر بلوکی که ما توی صفحه میذاریم به زبانهای برنامه نویسی دیگه ترجمهش میکنه این گوگل ترنسلیت اینجا ما مینوشتیم سلام اینه برای ترجمهش میکرد به زبانهای مختلف مثلا میتونستیم بگیم به اسپانیایی میشه چی اینجا هم هر بلوک، گرافیکی که ما بذاریم توی بلاکلی میتونیم به زبانهای مختلف برنامه نویسی تبدیلش کنیم مثلا بگیم این رو ترجمه کن به پایتون ترجمه کن به پی اچ پی ترجمه بشه به جاوا اسکریپت و این نشون میده که گوگل هم چه سرمایه گذاری عظیمی برای آموزش برنامه نویسی به بچه ها انجام داده با این سایت بلاکلی و هدف ما توی سایت ایران استیم اینه که مهارت های قرن 21 یا عصر دیجیتال به ویژه مهارت برنامه نویسی کامپیوترها رو به کودکان و نوجوانان فارسی زبان دنیا آموزش بدیم حالا برای این آموزش ها از نرم‌افزار اسکرچ یا نرم‌افزارهای های شبیه اسکرچ و سایت بلاکلی گوگل یا نرم ها و سایت هایی که شبیه بلاگوی گوگل هستند استفاده خواهیم کرد